وزارت معادن و پترولیم قرارداد پروژه سمنت ولسوالی زندجان هرات را با یک شرکت داخلی به ارزش 142 میلیون دلار به امضا رساند. سرپرست این وزارت میگوید که با آغاز کار تولید سمنت در کشور، روزانه افغانستان میتواند 1000 تن سمنت را به کشورهای دیگر نیز صادر کند. بر علاوه از این که ضروریات ما را پوره میکنه، روزانه 1000 تن سمنت از ما اضافه میشوه که 20000 بوری سمنت روزانه میشوه. این را به دیگر هیوادها ما صادر خواهد کردیم. در همین حال مسئول شرکت داخلی که در پروژه سمنت ولسوالی زندجان هرات سرمایه گذاری کرده میگوید سالانه بیش از 1 میلیون تن سمنت تولید خواهد شد. دا فابریکا به وشی کولای چې 1 میلیون تن سمنت په 1 کال کې تولید کی، او دغه ظرفیت به موږ انشاءالله په مرور د زمان سره لوړوو، او د دې ماشینونو او وسایلو نه په استفادې سره چې په نړیوالو سټنډردونو باندې برابر دي. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می افزاید که سرمایه گذاری در بخش معادن و انرژی در رشد اقتصادی کشور اثر مثبت دارد. حق پروژه چې د اقتصاد په زیربنا کې لوی تاثیر لري، لکه د سیمټو فابریکې، لکه د سیخ ګول فابریکې او نور د پروسس د زراعتي پروسس فابریکې، د معدنونو فابریکې، د برق مسله، دا د اقتصاد د پاره بنیادی شیان دي. نو زه پر ملي سوداګرو ژغ کوم چې راستی یو خیدا پرمان یو بل لقب ورکړی د افغانستان خصوصي سکتور ته، چې تاسو زما اقتصادي عسکر یاست، هم د اقتصادي عسکرو هغه لقب ځانته وښایست، او په دې باره کې کار وکړئ. د کار په باره کې وطنونه جوړیږي، نه د چین هیواد بل چا ور جوړ کړ دی، پخپله چینایان ور جوړ کړ دی، نه دغه اطرافو کې چې زموږ هیوادونه دي چې پخپله یې جوړ نکړو نه جوړیږي. پیش از این وزارت معادن و پترولیم قرارداد سمنت جبل سراج را نیز با یک شرکت قطری و دو شرکت داخلی به ارزش 220 میلیون دلار امضا کرده بود.